طی هفته‌های گذشته تعدادی از پناهندگان و مهاجران اویغور در ترکیه بازداشت شدند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با همان را می‌بینیم. ترکیه خانه یکی از بزرگترین جوامع مهاجرتی اویغورها در خارج از چین است که طبق گفته گروه‌های اویغور بین 50 تا 75 هزار نفر جمعیت دارند. از دهه 1950 ترکیه پناهگاه اویغورهایی بوده است که از آنچه به عنوان سرکوب شدید دولت چین توصیف می کنند، از جمله اتهامات نسل کشی، بازداشت های خودسرانه دست جمعی که بیش از 1 میلیون نفر را در بر می گیرد، همچنین کار اجباری، عقیم‌سازی اجباری، شکنجه و سایر سوء استفاده ها به ترکیه پناه آوردند. رجب طیب اردوغان بارها اقدامات چین در قبال اویغورها را نسل کشی توصیف کرده که در جامعه اویغور نسبت به ترکیه احساس مثبت ایجاد کرده است. اما اینک تصور می شود که این بار هم دولت ترکیه وارد بازی های پشت پرده و زد و بندهای سیاسی شده و همچون ماجرای جمال خاشقچی و نیز تعاملات پشت پرده‌ای که با برخی دولت ها از جمله ایران داشته، طی فرایندهای سودجویانه به نفع خود مخالفان سیاسی آن کشورها را مورد هدف قرار داده است. مدیر ارشد پروژه مستقر در استانبول وابسته به مرکز مطالعات اویغور مستقر در واشنگتن خاطر نشان می کند که افزایش اخیر دستگیری های اویغورها در ترکیه اندکی پس از بازدید هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه از سینکیانگ رخ داده است. به گفته وی، ترکیه در این سفر برای همکاری در رابطه با آنچه که چین به عنوان سیاست ضد تروریسم می‌خواند متعهد شده و این تعهد ممکن است عامل مهمی در افزایش دستگیری اویغورها در ترکیه باشد. فیدان در جریان سفر خود به ارومچی در دیدار با دبیر حزب کمونیست سینکیانگ بر حمایت ترکیه از ادعای تلاش‌های ضد تروریسم چین تأکید کرد. فیدان در چین گفت: ما از چین در برابر گروه‌های تروریستی مسلح حمایت می‌کنیم و طرح‌های بین‌المللی را که به دنبال تحریک درگیری در چین و متوقف کردن توسعه اقتصادی چین هستند، تأیید نمی‌کنیم. او همچنین از چین خواست که به اویغورها احترام بگذارد و به آنها اجازه دهد که با ارزش‌های خود زندگی کنند. اما به گفته جولان شیر مهمت، یک وکیل ساکن استانبول که از اویغورها دفاع می کند، دلایل دستگیری های اخیر فراتر از اتهامات مربوط به تروریسم است. او گفت که تعیین تعداد کل اویغورهای بازداشت شده دشوار است، اما او شخصا حداقل 5 زندانی را می شناسد و در حال پیگیری وضعیت یکی از اویغورهای بازداشت شده در زندانی در استانبول است. از سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آی دکتر، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آی دکتر، تحلیل شما از این گونه اقدامات ترکیه در رابطه با بازداشت اویغورها چیه؟ بفرمایید. با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب در بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین نیمروزی شیعه، گزارش بسیار مبسوط و خوبی تهیه شده بود و بعد از سفر آقای هاکان فیدان به چین تصور می‌شد شاید با توجه به اینکه ترکیه خودش رو پدر ترک‌های دنیا تصور می‌کنه، یک گشایشی در وضعیت اویغورها و قسمت ترکستان شرقی چین اتفاق بیفته، اما متأسفانه اتفاق دیگه رقم خورد و اضافه شد این مسئله به برخی از رفتارهای خاصی که دولت ترکیه چه در بعد داخلی و چه خارجی انجام میده. دولت فعلی ترکیه متاسفانه نشون داده که از ثبات سیاسی چه با شرکای داخلی خودش و چه با همسایه ها و سطح دنیا برخوردار نیست. تو بعد داخلی کسانی که باعث به قدرت رسیدن آقای رجب طیب اردوغان بودن یکی پس از دیگری حذف شدن و در بعد خارجی هم با همسایه‌ها مواضع ترکیه بارها و بارها مورد تغییر و تحول قرار گرفته. ما
ثباتی رو تو رفتار ترکیه در برخورد با داعش، اسرائیل، فلسطین و کشورهای همسایه نمیبینیم و بیشتر تصور میشه ترکیه به دنبال یک سری رفتارهای سودجویانه خودش هستش. همینطوری که الان شما تو این گزارش دیدید، ما در گذشته آقای دکتر در صحبتاتون اشاره به رفتار سودجویانه ترکیه در قبال مسائل حقوق بشری داشتید. با توجه به احتمال از سرگیری روابط ترکیه با سوریه، آیا چنین رفتاری با پناهجویان سوری هم محتمله؟ بله، متاسفانه من همین نکته رو خواستم عرض بکنم که علیرغم اینکه ترکیه خودش یکی از کشورهایی هستش که پناهجویان زیاد جای داده، این گونه رفتارها و تعامل با برخی از کشورها که طرف مقابل این پناهجویان هستند سابقه داره. در خود همین ایران نمونه شو داریم، همین الان شخص آقای علی اصغر اخیردار که خودش از آزادی ایران هستش، متاسف 2 ماه در بازداشت به سر می‌بره و این حکایت از روابط پشت پرده دولت ترکیه با حاکمیت ایران داره. این سفر آقای هاکان فیدان هم به جایی که وضعیت ترک‌های ترکستان چین رو مطلوب تر کنه، متاسفانه باعث شد که باز در یک زد و بندهای پشت پرده این بار اویغورها قربانی این زد و بند قرار بگیرن و با توجه به اینکه تصور که روابط ترکیه و سوریه دوباره در حال بازسازی است، این بیم هم میره که فردا متاسفانه پناهجویان سوری که در ترکیه پناه گرفتند هم قربانی زد و بند دولت ترکیه با سوریه بشن و احتمالا برخی از اینها تحویل سوریه داده بشن. من تصورم این هستش که دولت ترکیه لازم هست تجدید نظری در روابط داخلی و خارجی خودش بکنه و نگاه کاسبکارانه رو از رفت خودش حس بکنه، اعتماد بیشتری هم همسایه ها، هم شرکا و هم مردمش بهش داشته باشه. بله، با تشکر از سید احمد شمس، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مقدس کربلا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.